با سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید جناب رحمان‌زاده، و با تبریک برای سال جدید خورشیدی. شما در روزهای گذشته از کارزار نب جمهوری اسلامی حمایت کردید. کم هستند شخصیت‌های برجسته علمی مثل شما که از این نوع کارزارا حمایت کنند. چه شد که شما تصمیم گرفتید از این کارزار نب جمهوری اسلامی با گذاشتن امضای خودتون زیر بیانیه حمایت کنید؟ عرض کنم که هر کاری که برای برکنار کردن جمهوری اسلامی انجام گرفته بشه، من با کمال میل اون رو پشتیبانی میکنم. فکر میکنم که وظیفه هر وطن پرست ایرانیست که این کار رو انجام بده. اینه که با کمال میل رو امضا کردم. من امسال این هم هر کاری که انجام گرفته بشه من با کمال میل در همکاری حاضرم. شما چندی پیش نامه خطاب به آقای علی خامنه‌ای نوشتید و در حقیقت مضمون اون نامه همون نب جمهوری اسلامی بود. ممکنه به صورت خلاصه بگین چه انگیزه باعث شد که شما از آقای علی خامنه‌ای بخواید که ایران رو ترک کنه و در کنج دنجی بقیه سالهای عمرش رو بگذرونه؟ میدونید خب بعضی ایران رو همه میدونیم که چجوریست، بعضی اسفناک و واقعا غیر قابل تصوریه. و من هم یک به عنوان یک پزشک هیچ موقع نمیخوام که در هیچ جای دنیا مخصوصا در ایران قطره خونریزی بشه. به فکر کردم که بهترین راهی که میشه مملکت رو از این وضع فجیع نجات داد اینه که آقای خامنه‌ای اقلا اینو درک بکنن که با رفتنشون از ایران میتونن مملکت رو بدن به دست ایرانی هایی که میتونن مملکت رو به طور دلخواه به طور درست اداره بکنن و بدون این که ذره خونریزی بشه. همونطور که محمد رضا شاه پهلوی مملکت رو ترک کرد رفت، ولی خب خونریزی رو اینا کردن نه اینکه اون کرد. اون میخواست یک قطره هم خون ریخته نشه، ولی خب متاسفانه اینها خونریزی رو کردن. اینها کارهایی رو انجام دادن که 1400 سال پیش داعش ها کردن به داعش های امروزی رو به وجود آوردن. متاسفانه به من از این موضوع متأثرم. یعنی که من میخواستم که در مملکت، من دل آرزو میکنم که قطره خون ریخته نشه تو مملکت. به این تنها راهی است که آقای خامنه‌ای بذارن تشریف برن یه مملکت دیگه، الان آخر عمرشون رو به خوبی بگذرونن. و من فکر میکنم که من ملت ایران اگه ایشون این کار رو بکنن، از تمام گناهایی که ایشون در این مدت 30 سالی که ولایت فقیه رو در دست دارن و در مدت 42 سال مملکت دست جمهوری اسلامی بوده، اینا رو ببخشن. بلکه اگه به این وسیله مملکت رو ترک کنن که خونریزی نشه، با کمال مسالمت و آرامش مملکت رو بدن دست اشخاصی که واقعا قابلیت اداری مملکت رو دارن، به وطن پرستن، مملکتشون رو دوست دارن. شما در اون نامه و همچنین در صحبت‌هایی که در پس از انتشار اون نامه داشتید تقاضا می‌کردید که گروه‌های مختلفی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، گروه‌های سیاسی، باید دست به دست هم بدن، اختلافاتشون رو کنار بگذارن و برای یک هدف و اون هم نجات ایران با هم همکاری کنند و همیاری کنند. به نظر شما این بیانیه که شما امضا کردید به نوعی میتونه اولین گام در این جهت باشه؟ بله، من فکر میکنم. برای اینکه الان برای اولین باری که تمام اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن متحد شدن به این نامه رو نوشتن، به اینی که من فکر میکنم تنها راه از بین بردن جمهوری اسلامی هم همینی که مخالفین جمهوری اسلامی جمع بشن، واقعا بدون اینکه در نظر بگیرن که چه مقامی خواهد گرفت، جمع بشن دور هم به این حکومت رو از بین ببرن. و برای اون این نامه هم برای من مورد قبول بود و
مورد تصدیق من بود. به نظر شما بعد از این بیانیه این گروه های سیاسی، شخصیت های سیاسی چه اقدامی باید در جهت نجات ایران، چه گام هایی رو باید بردارن، چه اقداماتی رو باید انجام بدن؟ بله، به عقیده من چندی مورد در مصاحبه ها گفتم این قیام باید از خود ایران شروع بشه. متاسفانه ممالک بزرگ هیچ کدومشون اصلا ذره فکرشون نمی کنن که به مملکت کمک کنن. اینا همشون در منافع خودشون فکر میکنن. الان نمیدونم برجام و آقای ترامپ یا اینکه آقای بایدن یا اینکه دولت دیگه مال اروپا، همشون فکر خودشون نمی کنن. اینه که من فکر میکنم باید از ایران وطن پرستایی که در ایران وجود داره، من به عقیده من چه در ارتش و چه در قوای دیگه ایرانیایی هستن که وطنشون دوست دارن، وطن پرستن همشون، به اینا از همدیگه میترسن. متاسفانه اطلاعات طوری رونق پیدا کرده در ایران که برادر از برادر میترسه، پدر از پسر میترسه. اینا نمیتونن عقده دلشون رو به همدیگه بگن. اینا باید از ایران شروع کنن و از خارج، ماها که در خارج هستیم، تمام قوای سیاسی به اینها کمک کنند، همونطوری که آقای خامنه ای رو تمام این قوا به ایران آوردن. اگه نظرتون باشه تمام قوای سیاسی اون موقع، حالا تودهیش بود، مجاهدینش بود، نمیدونم مصدقیش بود، تمام اینا جمع شدن دور هم دیگه و آقای خامنه ای رو آوردن با دبدبه و آقای خمینی رو دبدبه و غمغمه آوردن به ایران. توجه میکنید اون موقع همه به همدیگه دست دادن، حتی تجار بزرگ ایران چکای بلانک سفید دادن به آقای خمینی. توجه میکنید این اینه که تمام این قوا باید دست به دست هم بدن و این وضع اسف انگیز مملکت رو خاتمه بدن. تنها راهش اینه، راه دیگه وجود نداره. به عقیده من هیچ دولت خارجی دلش نسوخته به حال ما، به هیچ کدومش هم حاضر نیستن که این وضع رو خاتمه بدن، برای اینکه به نفعشون تمام کارهایی که انجام گرفته میشه به نفعشون، به تمام پولهایی هم که خودتون اطلاع دارید احتیاج نیست من الان در این باره صحبت بکنم که به ایران کمک کردن، دادن، آقای اوباما داد یا دیگران دادن، همشو بردن به خارج، یک شایبه برای مملکت خرج نکردن. خب این مایه تأسف، مایه واقعا باید گریه کرد به این وضع مملکت دیگه. اینه که باید از توی مملکت مردم قیام کنن، به ما از خارج هر عقیده سیاسی که داریم بذاریم کنار، فقط هدف این باشه که این جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، تنها هدف باید این باشه. شما پزشک هستید، پزشک برجسته هستید، در نامتون به بحران کرونا هم اشاره میکنید. شما به عنوان یک پزشک فکر نمی کنید که عدم وارد کردن واکسن به نوعی یک جنایت باشه که مردم رو در به حال خودشون رها کردن که با ابتلا به کرونا بمیرن به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته هیچ واکسنی از غرب وارد نشه؟ اصلا واقعا این یکی از باید گفت که حماقت‌های بزرگی است که انجام گرفته شده. اصلا من نفهمم چطور ممکنه انسان همچین پیشنهادی بکنه. ایشون خودشون به طوری که من اطلاع دارم، حالا تا چند اندازه صحت داره، خودشون واکسن بایوتونیک زدن به خودشون، مال فایزر رو زدن و اینو برای ملت ایران جایز نمیدونن، قابل نمیدونن. توجه میکنید به این واقعا ما یه تأسف بده که چه میشه گفتاریم، اصلا چی میشه، چه در این باره چی میشه گفت، اصلا چی میشه فکر کرد در این باره که چقدر ممکنه که انسان خودخواه باشه که خودشو در ایمن در سوزان خودشو رو واکسن بزنه، به تمام ملت ایران رو به این وضع بندازی که الان وجود داره، روزی چند هزار نفر کشته میشن، اصلا دیگه قبرستان ها خودتون میدونید دیگه جا ندارن، اصلا نمیدونن چیکار کنن با این همه کشته و کشتار. اشاره کردید به گورستان ها، قبرستان ها، شما در
در یکی از گفتگوهاتون میشنیدم گفتین مملکتی رو که در حال رشد بود تبدیل کردن به مملکت گورخواب ها معتاد ها. شما فکر میکنید که واقعا چقدر زحمت باید کشید بعد از رهایی از جمهوری اسلامی برای بازسازی کشور، حداقل رساندنش به 42 سال پیش و بعد حرکت به جلو؟ بله، البته این یه مسئله بسیار مهمی است که شما صحبت میکنید. من الان مقایسه میکنم دولت آلمان شرقی و غربی رو که الان بیشتر از 30 ساله که با هم متحد شدن، هنوز هم که آثاری که اون کمونیست ها در ممالکی در دولت آلمان شرقی گذاشتن هنوز محرز دیده میشه، توجه میکنید؟ پس بنابراین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به محض اینکه جمهوری اسلامی از بین رفت فوراً وضع ایران به وضع سابقش برگرده. راه بسیار مشکل و سنگینیه. خوشبختانه امروزه دنیای است که مردم همه چشمشون بازه، به وسیله اینترنت و اطلاعات مجازی که وجود داره مردم خوشبختانه مطلع هستن. به این به من امیدواری میده که ما اگه دست به دست هم بدیم میتونیم خیلی زود مملکت رو بازم بلکه در سنوات اوایل نیش، بلکه در 18 سال دیگه بعد سابق برگردونیم. و این امیدواری منه که این کار هرچه زودتر انجام گرفته بشه. البته این بسته به اینه که واقعا اشخاصی که مستر کار دست میگیرن اینها تا چه اندازه با صداقت تو مملکت کار بکنن، و اگه این کار بکنن دست به دست هم بدن بدون اینکه در نظر بگیرن واقعا یک مقامی داشته باشن یا اینکه نظر مادی داشته باشن، که الان مملکت واقعا از بالا تا پایین بزرگای مملکت همشون باید گفت که همشون متاسفانه کرپت و دزد هستن، اگه اینها رو کنار بذارن میشه مملکت رو آباد کرد. مملکت ما بهترین، من نمیخوام اینجا به عنوان یک ایرانی ناسیونالیست صحبت بکنم، ولی خودمون میدونیم که مملکت ما اگه بهترین مملکت دنیا هم نباشه یکی از 4 یا 5 مملکتی است که در دنیا نظیرش وجود نداره. ما همه چیز داریم، ما چی نداریم؟ ما نفت بذاریم کنار، ما نفت نمیخوایم اصلا، نفت بذاریم کنار در نریم، ما ذخایری که تو مملکت، خاک ما تراست، متاسفانه خاک ما رو میفروشن، خودتون میبینید دیگه. من موقعی که مصدومین جنگی رو معالجه میکردم اینها رو من از سفارت خواست که من به اینا حساب بفرستم که به من حق العمل بدم. من گفتم من با افتخار این جوانها رو من معالجه میکنم، چون که اینها جونشون رو خواستن بدن که یک بجر از خاک ایران رو به دشمن ندادن. امروز ما میبینیم که خاک مملکت ما رو با کامیون میفروشن به عرب ها. این واقعا چه مملکتی؟ چطور میتونه انسان به خودش اجازه بده مملکت رو به این وضع، به این نحو بفروشه؟ حالا به چینیا میفروشن، نمیدونم به روسا میرن. دیگه نمیخوام که در این باره صحبت بکنم. دریای خزر چی بود آخه؟ همه از دریای خزر برای ما چی مونده؟ خودشون تعجب کردن که وقتی ایران گفته که ما 11% دریای خزری میخوایم، وقتی که این حرف رو زدن اصلا اونایی که اون تو جلسه نشسته بودن همشون تعجب کردن که تو ایران یه دفعه گفت که ما 11% دریای خزر میخوایم. دریای خزر مال ماست، خودتون میدونید دیگه، دریای خزر تقدیم کردن به ممالک دیگه. خب اینا همش واقعا مایه تاسف دیگه، چرس کنم، خودتون میدونید دیگه. با سپاس فراوان جناب رحمانزاده از اینکه همراه ما بودید. خواهش میکنم، برای من مایه افتخاره که بتونم با شما و با هموطنانم در این موارد صحبت بکنم، و من شخصا تا اونجایی که از دستم برمیاد تمام اونهایی که برای نجات مملکت حاضرند من در اختیارشون هستم. من کوچیک همشون هستم و در اختیار همشون هستم، به هر کاری که از من توقع داشته باشه من انجام میدم. فقط باید مملکت رو نجات بدیم. ما نمیشه گفت که این مملکت، حیفه که با این پتانسیالی که مملکت داره به این روز بیفته. با سپاس مجدد. خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم که این امکان رو به من دادید که یه خود من با شما درد دل کردم.